زیر مجموعه خواهم داشت. فرد میکنیم شدنی باشه. اگر من بتونم 64 نفر از زیر مجموعه خودم بکنم، پورسانتی که یا کمیشنی که به من میرسه تقریبا 3 برابر پولی که من گذاشتم. یعنی از این 64 نفر یک نفر به 3 برابر پولی که گذاشتم. حالا چون سیستم یه یووی هست، سه یووی هست، رقم ها متفاوته. یک نفر از اینها پس میشه 3 برابر. 2 نفر دیگه تقریبا 2 برابر پول رو میگیرن. 4 نفر دیگه همون پولی که گذاشتن برمیدارن و حدود 50 و چند نفر دیگه نصف پولی که گذاشتن تا صفر. یعنی من برای اینکه به 3 برابر پورسان، نه حتی 60 میلیون، فقط به 3 برابر پورسانتم، مثلا اگه 500 هزار تومان گذاشتم 1.5 میلیون تومان بردارم. لازمش اینه که بیش از 50 نفر از افراد رو وارد شبکه کنم و اونا ضرر بدن. اینها میگن نه، اونها هم تلاش کنن به سود برسن. میخوام بگم نمیشه. این شعاره که عملا اونم میره تلاش میکنه، نفر میره، این شاخه ها میخشکه. یعنی تو یه جایی فقط این پیش میره. نتیجه من میام به سودی میرسم، فرض کنید 60 میلیون نفر. بالاخره توی چند صد نفر یک نفر میرسه به این سود. اما در قبال چی؟ در قبال این که یک عده زیادی از دوستان، اقوام و نزدیکانی که میگم دوستشون دارم، میگم علاقه مندم بهشون و اونا به خاطر علاقه من وارد این سیستم شدن، اونا باید ضرر بدن تا من مقصوده برسم. اصلا خاصیت شبکه اینه، رأس هرم به سود میرسه در قبال این که پایین هرم عده زیادی در واقع متضرر بشن. این اصلا ماهیت سیستم اینه. توجیه اونا اینه که این سیستم میتونه ادامه داشته باشه. یعنی ته هرم خودش میده سر هرم بشه. یعنی باور ندارن که اون زیر مجموعهشون ضرر میکنن. نه خیر، میگن اونم تلاش کنه و حتی گردنش میندازن. میگن اگر به سود نرسید تقصیر خودشه. چطور من رسوندم اون نمیتونه برسونه؟ برای اینکه عرض کردم اگر این اتفاق میافتاد، در عرض این شرکت سال 98 تاسیس شده. الان 98 تا الان تقریبا 9 سال گذشته. اگر واقعا شرکای اصلی این مؤسسه که در هنگ کنگ نشستن، اگر واقعا که دیگه عالی ترین ویتی من، بهترین و خبره ترین آدمای تو این هیته هستن که معمولا خیلی باهوش هم نیستن، خیلی هم با سواد نیستن، اگر واقعا کننده این کار بودن، الان 7 سال که چی، در عرض 2.5 سال کل کره زمین عضو شده بودن. چون با 26 ماه شما به راحتی میتونید 4.5 میلیارد نفر و یک نفر ورودی از نفر اول که شروع میکنه. و این اتفاق نیفتاده. بله جناب دکتر، چون وقتمون کوتاست اجازه بفرمایید یه سوال دیگه هم از خدمتتون بپرسم. توی معرفی شما عرض کردم که پژوهشگر پروژه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور هستید. خارج از کشور که تشریف می‌برید، اونجا هم چنین چیزهایی هست؟ بله اونجا هم هست. به همین شدت؟ گاهی به همین شدت. منتها کدوم کشورها؟ تقریبا اغلب کشورهایی که توی این هیته دارن خیلی شدید کار انجام میدن، یعنی تحت عنوان گولد کویست اینترنشنال، ایران خیلی زیاد است، بنگلادش، سریلانکا، هند، غنا، کشور این گونه. اما اگر منظور از کشورهای دیگه اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن، نخیر، اونجا ندارن، عرض کردم اونجا مولتیپل لول مارکتینگی دارن که اصلا هیچ ربطی به این نداره. و حتی عامیانه ترین روشی که شبیه به این روش هست و کسی استقبال نمی‌کنه، لایه‌های 10 تاییه. یعنی به من میگن که یه کالایی به من میدن، معرفی میکنن، میگن به 10 نفر بفروش. بعد با هر کدوم از اونها میگن به 10 نفر دیگه بفروشید. چقدر بهشون میگن پورسان میدیم؟ 5%. یعنی اونها اصلا این رقمهای افسانه‌ای رو اصلا میخندن وقتی بهشون بگی آقا شما در عرض 1 سال با یه سی دی، 2 تا جزوه، روزی 4 ساعت وقت بذار، ما 60 میلیون گیرت میاد، میخندن بادن. برای اینکه اونجا میدونن که همچین پولی فقط گنگسترها گیرشون میاد. یعنی خبره ترین آدمای اونجا همچین درآمد در ماه ندارن. خیلی متشکرم جناب دکتر. فکر می‌کنم به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین شگردشون همین عدم صداقتشون هست. یعنی این عدم صداقت رو اگه نداشته باشن مطمئنا نمیتونن موفق هم بشن. فکر می‌کنم 1 دقیقه وقت داریم اگر برای توضیح پایانی چیزی باقی مونده. من فقط بگم اثرات منفی این کار چیه؟ حالا چون فرصت کمه، 1 پولی که از دست میدن که کمترین اثر منفیشه، 2 زمانی که در طول سال میذارن میتونن بزنن بچه‌شون برسن، این زمان رو صرف این کار کردن، 3 این رویایی که برای خودشون میپرورونن و بهش نمیرسن و افسرده میشن. و این ستا البته خیلی مزارات زیادی داره و مهمترینش همینه که اینا دچار مشکل خانوادگی میشن. خودشون هم قبول دارن، خودشون میگن این شاخه ما یه چیز جدیدیه، قبول داریم قبلی اشتباه میکردن اما ما اصولی هستیم، بقیه غیر اصولی بودن. بین خودشون هم این مشکلات وجود داره. امیدواریم که بینندگان محترم، کسانی که رفتن بعید میدونن بیان بیرون تا سرشون به سنگ نخور، اما کسانی که همچین وسوسه، اگه کسی بهشون پیغام داد که جلسه هست تشریف بیارین، بدن همچین جلسه هستش. چرا که موفق باشن. خیلی متشکر. خوبه که به دیگران اعتماد کنیم اما نباید زیاد خیال پرداز و رویا باف باشیم.
و توی احادیثمون هم هست که المؤمن کیس مؤمن باید زرنگ باشه، تیزهوش باشه و تیزبین باشه. حتما اینطور باشه.